دوستای سینگل خوشگل من چطورین؟ نگران نباشید، من به فکرتونم. توی دیسکریپشن لینک دانلود یه دونه اپلیکیشن دوستیابی رو گذاشتم. بیاید اونجا اکانت بسازید، همدیگه رو پیدا کنیم. بعدش هم بریم به پشتیبانیشون ببینیم که از طرف کانال من اومدین. 100 تا سکه بهتون جایزه بدن. با افتخار معرفی میکنم اسپانسر ویدیوهای من اپلیکیشن دوستیابی کاملا رایگان چشمک. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. از این شرایط کدومشو داری؟ معشوق نداری؟ اشکال نداره، نگران نباش. اپلیکیشن دوستیابی کاملا رایگان چشمک رو دانلود کن، نصبش کن و توی یک دنیایی از کراشای ایرانی غرق شو. هم توی گوگل پلی هست، هم توی اپستور. سریع دانلودش کن تا خوبا رو نزدن. درود بر شما دوستای عزیزم، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. 5 تا روش میخوام بهتون یاد بدم که بازی کردن با کلیتوریس یک زن رو میتونه به مسیری بندازه که در نهایت زن رو به یک اورگاسم انفجاری برسونه. چون که اندازه و شکل کلیتوریس ها از بدنی به بدن دیگه متفاوت هست، اکثر ما تصورمون اینه که کلیتوریس یک زن شبیه کلیتوریس بقیه زن است. همینو بس. ولی واقعا این برآمدگی کوچولوی نخود شکل چقدر میتونه متفاوت باشه مگه؟ و چه کسی اونقدر وقت داره که نگران شکل و اندازه و حساسیت کلیتوریسش باشه؟ اما گاهی اوقات این سوالات واقعا مهمن، چون که خیلی از زمان ما صرف یاد گرفتن اینکه به عنوان یک زن چطوری خودمون رو ارضا کنیم و اینکه دائما به پارتنرمون آموزش بدیم که با ما اینجوری رفتار کن، ما رو اینجوری تحریک کن، ما رو اینجوری ارضا کن، با واژن هم این کار بکن، با کلیتوریس هم این کار بکن، وقتمون داره برای همین نا صرف میشه. پس این سوالات در مورد آناتومی بدن زنا اونقدران بی اهمیت نیست. اگه سرکار رفتن و رسیدن به خانواده رو هم باید به همه اینا اضافه کنیم، دیگه هیچ وقتی برای یک زن نمیمونه که جلوی آینه بشینه خصوصیات منحصر به فرد واژن و کلیتوریسش رو کشف بکنه. توجه کردن به کلیتوریس راحت ترین و اثر بخش ترین راه برای زندگی جنسی با یک زن هست، چون که این نقطه دکمه روشن و خاموش میل جنسی زنه. پس اگر شما به عنوان یک مرد بدونید که چطور با این نقطه برخورد بکنین که زن رو تحریک بکنین، زن رو برانگیخته بکنین، زن رو ارضا بکنین، میتونین تا ابد اون زن رو توی تخت خواب با خودتون نگه دارین. آیا اندازه کلیتوریس مهم هست یا نه؟ ببینید دوستای من، این عضو از بدن یک عضو داخلیه. یعنی کلیتوریسی که شما دارین میبینین روی واژن هست و به اندازه یه دونه نخود هست، مثل کوه یخه. 90% داخل بدن ریشه دوونده و تا واژن و حتی تا مقعد هم کشیده شده، اما فقط 10% بیرون بدن هست، دقیقا مثل قله کوه یخ. طول متوسط کلیتوریس بزرگ سالها بین 2 سانتی متر هست و عرض اون کمتر از 1 سانت. میتونیم کلیتوریس رو شبیه به آلت تناسلی مردونه فرض بگیریم، با این تفاوت که ساقه آلت مرد بیرون بدنش هست و ما 100% این عضو رو میتونیم ببینیم، ولی کلیتوریس 90% داخل بدنه و فقط سرش بیرون بدنه و ما اون رو نمیتونیم ببینیم. بنابراین شما باید کلیتوریس زن رو یک آلت تناسلی تصور بکنین که 90% توی بدنه و فقط سر آلت از بدن زده بیرون. یعنی دقیقاً همونقدر که سر آلت تناسلی مرد با 8000 پایانه عصبی حساس هست، همونقدر هم کلیتوریس زن با 8000 پایانه عصبی حساس هست. سایزش خیلی مهمه. هر چقدر که سایز کلیتوریس بزرگتر باشه، یعنی قسمت بیشتری از کلیتوریس بیرون بدن هست و این میتونه کمک بکنه برای تحریک بیشتر، برای برانگیختگی بیشتر،
هر چقدر که سایز کلیتوریس کوچیک‌تر باشه، یعنی اینکه بخش بیشتری از کلیتوریس داخل بدن نهفته است و یه بخش کوچیکیش فقط بیرون بدن هستش. دقیقاً مثل آلت تناسلی مردونه. تصور کنید که یک آلت کوچیک چقدر میتونه تحریک پذیر باشه و یک آلت بزرگ چقدر میتونه قوی و تحریک پذیر باشه. آیا کلیتوریس در یک نقطه از بدن قرار گرفته یا نه؟ اگر فکر میکنین که دقیقا همونجا بالای واژن هست و دیگه جای دیگه کشیده نشده، سخت تر اشتباهی. در واقع کلیتوریس در بالای لبه های داخلی واژن قرار شده، ولی محل چوچوله یک زن بسته به آناتومی بقیه اندام جنسیش میتونه متفاوت باشه. حالا این قضیه کلاهک کلیتوریس چیه؟ کلاهک یک چین پوستیه که چوچوله رو میپوشونه و از اون در مقابل ساییده شدن و خطرات دیگه که ممکنه لباس ها روش داشته باشن محافظت میکنه. البته که این کلاهک از لحاظ پوشش دهی تا حد زیادی متفاوت هست با اون کلاهکی که روی آلت تناسلی مرد ها هست. آیا هیچ کار غیر جنسی وجود داره که بتونه این نقطه رو یک کمی تحریک کنه؟ بله، ورزش. زمانی که موقع رابطه جنسی تحریک میشین، این نقطه پر از خون میشه و از اونجایی که ورزش کردن جریان خون رو در بدن افزایش میده، پس میتونیم نتیجه بگیریم که بعد از ورزش بدن یک زن آماده رابطه جنسیه. در واقع فقط 20 دقیقه ورزش کردن باعث میشه تا حجم کلیتوریس تا 168% افزایش پیدا بکنه و این افزایش سایز تا چند ساعت بعد هم باقی میمونه. شاید همین موضوع باعث بشه که دوباره به فکر باشگاه رفتنم بیافتیم. البته امتحان کردنش ضرری نداره، ولی اگر به عنوان یک مرد دلتون میخواد خانوم رو فقط و فقط با تحریک کردن کلیتوریس تحریک و برانگیخته و ارضا بکنید، باید یادتون باشه که این نقطه درسته که دکمه روشن و خاموش میل جنسی خانوم ها هست، ولی شما از یک طریق دیگه باید این نقطه رو روشن بکنید. چجوری؟ از طریق تحریک کل بدن. اینجوری نیست که شما سراغ یه خانوم برین، شلوارشو در بیارین و دستتون رو بذارین روی کلیتوریس و باهاش یه کمی بازی بکنین و فکر کنین که زن تحریک شده و میل جنسیشو اینجوری روشن کردین. نه، اصلا اینطوری نیست. شما برای تحریک کردن یک زن نیاز به صرف زمان دارین. خانوم ها از نظر فیزیکی ارضا نمیشن، از نظر روحی و فکریه که ارضا میشن. بنابراین شما باید ذهن یک خانم رو درگیر رابطه جنسی با خودتون بکنید که بتونید خانم رو ارضا بکنید. اگر یک خانومی از نظر فکری آمادگی لازم رو نداشته باشه که با شما رابطه جنسی برقرار بکنه یا حتی ارضا بشه، شما شب تا صبح تلاش بکنین نمیتونین زن رو یه ذره تحریک بکنین، چه برسه به ارضا کردن. پس باید چی کار کنیم؟ باید با معاشقه و عشق بازی و لاف ترکوندن و قناری بازی خانوم رو قبل از رابطه جنسی آماده بکنید. حتی از روز قبل، حتی از صبح اون روزی که میخواین شبش رابطه داشته باشید. با چند تا تلفن زدن بی دلیل فقط برای پرسیدن حالش. با چند تا پیامک دلربایانه، اینجوری میگن، عاشقانه. با چند تا حرف قشنگ، با یه دونه هدیه خیلی کوچولو مثل یه دونه رژ لب، مثل یه شاخه گل، با یه دونه بغل کردن یهویی، با چند تا حرف خیلی مهربانانه و محبت آمیز در طول زندگی، حتی مثلا وسط فیلم نگاه کردن. یه چیزی رو فراموش نکنید، اگر خانم ها در طول روز با شما فعالیت مشترکی انجام ندن، شب دلشون نمیخواد با شما رابطه جنسی برقرار کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا صبح تا شب شما وقت داشتین که با همدیگه لاف بتره کنید، تلفن بزنین، مسیج بدین، نمیدونم حرف بزنین، بغل کنین، ببوستینش، دوتایی با هم آشپزی کنین، دوتایی با هم فیلم ببینین، دوتایی با هم مثلا برین پیاده روی کنین، دوتایی با هم بشینین حرف بزنین، گفتگو کنین، غیبت یه نفر رو بکنین، در مورد این مسئله با هم دیگه صحبت بکنید. اگر در طول روز برای هیچ کدوم از این فعالیت‌ها زمان نذاشته باشین، یعنی از صبح تا شب هر کی دنبال کار زندگی خودش بوده،
انتظار نداشته باشین که شب اون خانوم به شما پا بده. خانوم ها به مردی پا میدن که در طول روز در زندگی مشترک باهاشون سهیم بوده. دوتایی با هم دیگه بچه ها رو ضبط و ربط کردین، خوابوندین، مثلا به درس بچه ها رسیدگی کردین، با هم دیگه خونه تمیز کردین، با هم دیگه حیاط جارو کردین، با هم دیگه ماشین شستین، با هم دیگه غذا درست کردین، با هم دیگه غذا خوردین. فعالیت های مشترک روزانه زن و مرد رو به هم دیگه نزدیک میکنه. اینکه یه خانم دلش بخواد به یک مرد پا بده یا نه، فقط برآیند تمام فعالیت های روزانه اون مرد هست که میتونه اون زن رو به اون تصمیم برسونه. پس زن رو نه فقط برای اینکه راضیش کنیم با شما بخوابه، بلکه در طول روز سعی کنین باهاش عشق بازی کنین، تحریکش بکنین، بهش بگین که مثلا شب برات برنامه دارم، میخوام باهات اینجوری کنم، دوست دارم باهام اینجوری کنی، فلان لباسی که مثلا از فلان جا خریدیمو بپوش، مثلا منتظر من باش، مثلا این کارو بکن، اون کارو بکن. اجازه بدین که از صبح تا شب این موتور زن روشن باشه، شروع به کار کردن بکنه، گرم بشه و بعد شب در نهایت همه کارها بیاد روی تخت خواب و رابطه جنسی رو با شما انجام بده. کلیتوریس زن رو هیچ وقت مستقیما تحریک نکنید. وقتی که یه زنی رو لخت کردین، شروع کنین از بالا تا پایین ببوسین، بغل کنین، نوازش کنین، تحریک کنین، قربون صدقش برین، ناز نازیش کنین، همه قسمت‌های بدنش رو ببوسین و نوازش بکنین و در نهایت برین سراغ کلیتوریسش. وقتی که به اونجا رسیدین، قفلی نزنین، یه دقیقه دو دقیقه بخورین، ناز کنین، بعد برین سراغ بقیه بدنش، دوباره برگردین اونجا، بعد برین سینه، دوباره بیان کلیتوریس، بعد برین باسن. میدونیم بین کل نقاط بدنش باید شما مدام در رفت آمد باشین.